درود بر شما دوستان و همراهان باز هم در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مستاب خوردن در این درس میخوایم چند تا جمله و عبارت مفید و کاربردی با آفن یا آفتن رو با هم بررسی بکنیم با هم خوب یاد بگیریم و با هم خوب تمرین بکنیم و اونها رو مرور کنیم تا ملکه زهرمون بشه دقت داشته باشید دوستان در مورد تلفظ آفن یا آفتن هر دو حالتش درسته و هر دو حالت یعنی آفن یا آفتن هر دو کاربرد داره و هر دو استفاده میشه میشه گفت کسایی که انگلیسی صحبت میکنن نصفشون آفتن میگن نصفشون آفن و خیلی فرقی نمیکنه شما هر کدوم که راحت هستید و میتونید استفاده بکنید خیلی فرقی نمیکنه دو تا تلفظ هم درسته دوستان دقت داشته باشید که هر عبارت و هر جمله در این درس سه بار برای شما تکرار میشه یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال که شما فرصت کافی برای رونویسی روخانی و ضبط کردن صدای خودتون و تکرار صدای خودتون و مقایسه صدای خودتون با نحوه بیان در این کلیپ داشته باشید تا باعث یادگیری شما عزیزان بشه پس حتما فراموش نکنید که همگام با این کلیپ تمرین کنید خودتون رو ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ که باعث یادگیری خودتون بشه پس بپردازیم به عبارتهای های کاربردی با often یا often در انگلیسی I often travel. I often travel. Man I often travel. We go there often. We go there often. ما اغلب به اونجا می رویم. We go there often. He often helps others. He often helps others. و اغلب به دیگران کمک میکنه. He often helps others. My sister often cries. My sister often cries. خواهرم اغلب گریه میکنه. My sister often cries. She caught colds often. She caught colds often. Waglabs her mommy. She caught colds often. I often have bad dreams. I often have bad dreams. من اغلب خواب بد می بینم، های بد دارم تو خواب. I often have bad dreams. I often have nightmares. I often have nightmares. Managlab mibina. I often have nightmares. Do you often eat obgusht? Do you often eat آبگوشت؟ آیا شما اغلب آبگوشت میخورید؟ دوستان توجه بکنید آبگوشت یک اسم خاصه پس طبیعتا شما در هیچ زبانی نمیتونید اون رو ترجمه کنید حتما به صورت اسم خودش باید در زبان مقصد هم گفته بشه مثل اسم خود شما اسم شما هر چی که باشه در هیچ زبانی ترجمه نمیشه پس طبیعتا اسم خاصه آبگوشت هم دقیقا همینطوره غذای آبگوشت در هر زبانی باید به صورت آبگوشت گفته بشه Do you often eat up I don't meet him so often. I don't meet him so often. من اغلب او رو نمی بینم. اغلب با او ملاقات ندارم. I don't meet him so often. Do you often hear from him? Do you often hear from him? Oya Agla Bazo Khabari Mishanavi, Do you often hear from him? I play golf every so often. I play golf every so often. Man aqlab often, every so often, every so every so often, I play golf every so often. He is often absent from school. He is often absent from school. Waglaab as madrasa, dar madrasa koyebe, madrasa nimiot. He is often absent from school. How often should I feed my dog? How often should I feed my dog? <laughs> چه زمانی چه اوقاتی باید به سگم قضا How often should I feed my dog? I often talk to him on the bus. I often talk to him on the bus. Managla Bauda Rutubu Sohbat I often talk to him on the bus. My dog often lies on the grass. My dog often lies on the grass. Saga Maglabrizamid de Rosmikes Lamide. My dog often lies on the grass. Mori often comes late for class. Mori often comes late for class. Morrie اغلب برای کلاس دیر Mori often comes late for class. I wish he would write more often. I wish he would write more often. Akash ubishtar minavesh, bishtar nevishande gimichat masalan. I wish he would write more often. بسیار خوب دوستان عبارت های کاربردی با آفن یا آفتن در انگلیسی رو با هم مرور کردیم با هم تمرین کردیم هرگز فراموش نکنید دوستان روشی که مشاهده میکنید است که تکنیک های اصولی و علمی یادگیری رو برای شما بیان کرده حتما رونویسی بکنید از روی عبارت های این درس حتما روخانی بکنید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید که باعث یادگیری و اصلاح اشتباهات گفتاریتون بشه و اونا رو بتونید اصلاح بکنید و رفته رفته سپیکینگتون تقویت بشه بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگذاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید